قسمت دوم برنامه خوش آمدید. برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز. امیدوارم شاد و سلامت باشید. برای عزیزانی که ضبط برنامه رو میبینن، برنامه من هر دوشنبه از اینستاگرام 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 11 شب به وقت ایران انجام میشه. آیدی اینستاگرام من هست فرهناز جی 777. آیدی تلگرام شخصیم هم همینه، فرهناز جی 777. اوکی، مرسی از قلب های زیبا، تشکر از حضور همه. من میخوام اول یه بلسینگ بدم برای بیمارهایی که در بیمارستان هستن، بعد هم یه بلسینگ برای سالمندانی که در مراکز سالمندان هستن، مثل اینجا بهش میگن ریهاب یا نرسینگ هوم، بعد هم یه بلسینگ برای کودکان بیمار، و بعدم یک هدایت به نور. با عرض معذرت خیلی وقت برای جواب سوال نخواهم داشت، چون برنامه‌ام در این قسمت کوتاه‌تر خواهد بود. عزیزانی که اگه میخوان رو مسئله توجه داده بشه، میتونید وقت مشاوره بگیرید از تلگرام. هر مسئله که پیش میاد، آقای کوروش، بستگی به کار ما داره. عامل اصلی همیشه خودت هستی. میتونی از روح بزرگت درخواست آگاهی بکنی که ریشه این هر چیزی هست که داری تجربه میکنی، که ریشه مشکل من از کجاست. میتونیم یه وقت مشاوره بگیریم. آگاهی در هر اموری مفیده و میتونه تغییر ایجاد کنه. میتونید یه وقت مشاوره بگیرید با من. مرسی. از واتساپ پیام بدید. شماره واتساپ من هست 1-925-478-94-70. میتونید از تلگرامم پیام بدید. آیدی تلگرامم هست فرهناز جی 777. آقای کوروش، من فکر میکنم شما متوسل به گروهی شدید که به نفعتون نیست. همطور که گفتم، بعد خیلی حواستون باشه که از کی انرژی میگیری، از کی ارتباط برقرار میکنی. بعد در این زمینه از معلمای نوریت و روح بزرگ درخواست آگاهی بکنی. به هر کسی متوسل شدی به نفعت نیست. یه چیزی که بعد متوجه باشید اینه که اطلاعات کاذب یا اطلاعاتی که به نفع شما نیست زیاد هست. تو اینترنت، تو یوتیوب، تو کتاب، تو نمیدونم کانالای تلویزیونی، چون یه شبکه‌ای هست که من متوجه شدم الان مدتی براز که اصلا در مسیر نور نیست. خیلی باید آگاه باشید، خیلی باید حواستون جمع باشه. یه نکته دیگه که باید متوجه باشید اینه که اگه حالتون بهتر نمیشه، یه جای کار مورد داره. شما اگه با هر کدوم از شاگردای من صحبت کنید، با اولین جلسه کلاسشون یا حتی کسایی که با من مشاوره داشتن، با اولین مشاوره حالشون رو به بهبودیه. حتی خب همه مشکلات شاید یه جا حل نشه، چون بعضیا کارما زیاد دارن یا بعضیا دو روزه به این مرحله نرسیدن، تناسخ‌های زیاد داشتن، ولی شما با هر کس، هر کدوم از شاگردای من یا افرادی که بهشون مشاوره دادم صحبت کنید، رو به بهبودین. حتی اگه همه مشکلاتشون حل نشده، بدتر نشدن، رو به بهبودین. چند تا از پیاماشون هم که تو اینستاگرام
خوشبختانه پست کردن، بخونید میبینید. هیچ کسی نبوده تو این حدود 8-9 سالی که من دارم آموزش میدم یا دارم مشاوره میدم، یک بار نبوده کسی به من بگه حالم بدتر شده. همه رو به بهبودی و متعادلن. حد اکثرش این بوده که مثلا شاید یکی اگه یه مشکلی داشته زمان بر بوده، کارماش زیاد بوده، ولی این برون ریزی و این حرفا در کار نیست. اگه تعادل به هم میریزه و حالت بدتر میشه، یه جای کار مورد داره، بعد اون کارتو توقف بدی. و برای من خیلی عجیبه چرا مردم اینو متوجه نمیشن. من افرادی بوده که تو مشاوره میبینم وارد گروه هایی میشن که سالهاست حالش بدتره ولی باز ادامه میده. من واقعا متوجه نمیشم چرا افراد اینو دوزارشون نمیفته. اگه حالت بدتر میشه، نشون است که یه جای کار اشتباهه، یه جای کار مورد داره، بعد توقف بدی. بهترین وسیله شما روح بزرگته و معلمای نورید. به هر کسی متوسل نشین، هر کسی هر چی گفت هی دنبالش نرین. من اینو بارها تاکید میکنم، شما خودکفا هستید، به کسی احتیاج نداری، حتی به من احتیاج ندارید. روح بزرگ شما، معلمای نوری شما، فرشتای نگهبان شما، محافظین شما، یه تیم بسیار خوبی هن با شما. روح درونت، خود خالق بهترین وسیله شما هست. به هر کسی متوسل نشید، بعد خیلی آگاه جلو برید. اوکی، در هر موردی اگه حالت بدتر شده، یه جای کارت مورد داره. باید اون کاری که میکنی یا توقف بدیم و درخواست آگاهی بدیم. اوکی. بلسینگ برای بیمارهایی که در بیمارستان هستند، به این هدف که معمولا خب کسایی که تو بیمارستانن شرایطشون حادتر یه مقدار. حالا شاید بعضی بگن چرا همه بیمارها نه. من چند تا بلسینگ میدم ولی میخوام مشخص کنم هر بلسینگو. من اسم خاصی رو نمیخوام بگم، چون تازه اسمی که بگم تازه افراد کنجکاوش میشن و بدتر میشه. تازه مثل یه نوع تبلیغ میمونه. برای همین من ترجیح میدم اسم خاصی رو بیان نکنم. اوکی. بلسینگ برای بیمارهایی که در بیمارستان هستن. میتونید بگیرید و میتونید اگه افرادی هستن که الان در بیمارستان هستن، میتونید صداشون بزنید و بگید که اگه میخواد این درمان رو دریافت کنه. البته این بالواقع واجب هم نیست این کار، به خاطری که این بلسینگ داده میشه به افرادی که در بیمارستان هستن، یعنی حتی احتیاج به این که شما صداشون بکنید نیست. ولی مثلا اگه مثلا فرض کن مادر تو بیمارستانه، شما موقع این بلسینگ میتونید درخواست کنید، بگی مادر اگه میخوای این درمان رو دریافت کنی، بیا حضور داشته باش، این درمان رو دریافت کن. اون اگه درمان رو بخواد، روحن حضور پیدا میکنه و درمان رو دریافت میکنه. ولی کلن این درمان داده میشه به تمام افرادی که در ایران در بیمارستان هستن، یا ایرانی هایی که در بیمارستان هستن، چون معمولا هدف درمان های من ایرانی ها هستن، هموطنان هستن. حالا نه اینکه حالا بیماری های دیگه مهم نیستن، ولی خب من هر کسی یه مسئولیتی داره. اوکی. بلسینگ برای ایرانی هایی که در بیمارستان هستن.
بلسینگ بعدی برای سالمنداییه که در مثلا بیمارستانند یا در این مراکز سالمندا هستند به نوعی. این بلسینگ برای سالمندان، این لایو در مورد چیه؟ خودشناسی و خوددرمان ازم. اگه جدید به این گروه هستید خوش آمدید. برای آگاهی بیشتر و شناخت بیشتر با من به کانال تلگرامم رجوع کنید. کانال تلگرام من هست فرهناز جی 2017 و فرهناز جی 2016، دو تا کانال من دارم. رجوع کنید، ویدیوها رو گوش بدید، یه مقدار با مطالب من بیشتر آشنا میشید. ولی صحبت هست خود درمانی و خودشناسی با فرهناز، که من فرهناز هستم. اوکی. توپ رنگین کمان، بله، فقط بعد یادتون باشه 2-3 دقیقه روزانه از توپ رنگین کمان بیشتر استفاده نکنید چون ارتعاش بالایی داره. خب خوش آمدید خانم رویا. به ویدیوهای قبلی من رجوع کنید، راجبه توپ رنگین کمان صحبت کردم. در این جلسه وقتش نیست. ولی به برنامه های قبل من که به کانال من رجوع بکنید، راجبه توپ رنگین کمان توضیحات زیادی داده شده. فقط بعد یه مقدار صبور باشید، ویدیوها رو نگاه کنید، برنامه رو نگاه کنید تا یواش یواش آشنا بشید و براتون جا بیفته. برای عزیزانی که جدید هستن ممکنه مطالب یه مقدار چون خیلی تازه و شاید متفاوت باشه، بعد به خودتون وقت بدید، یه چند بار گوش بدید، دو سه تا برنامه رو نگاه کنید، یواش یواش براتون جا میفته که نحوه و مطالب صحبت من در چه زمینه هست. اوکی. بعدی، بلسینگ بعدی برای کودکان بیمار هست. اگه مشکل وسواس دارید وقت مشاوره بگیرید. متشکرم خانم سپیده. مرسی خانم طاهره. اوکی. این بلسینگ برای کودکان بیمار.
اوکی، این بلسینگ برای کودکان و حال یه هدایت به نور برای رفتگان. من در شبکه فعلا برنامه ندارم، برنامه از همه اینستاگرام فعلا. اوکی، برای هدایت رفتگان به نور، افراد زیادی هستند که خروج کردن و به نور نرفتن برای دلایل مختلف و من وارد توضیحات دلایلش نمیشم، چون میخوام فقط تمرین هدایت رو انجام بدیم که قبلا همین کار کردیم یک بار و یه مسئله این هست که افرادی که به نور نمیرن وقتی که در مابین هستن زمان رو احساس نمی کنن. یعنی ممکنه رفتگانی شما داشته باشه که حتی خودت نمیشناسی، مثلا ممکنه اجدادی باشن که خودت نمیشناسی، ممکنه مثلا پدر پدر بزرگت باشه یا مادر مادر بزرگت باشه، ممکنه اجدادی باشن که تو خودت تو این عمر نمیشناسی. اوکی، بعد ببخشید من در این قسمت فرصت نمی کنم زیاد سوال جواب بدم. جلسه بعدی رو من بیشتر تمرکز میدم برای جواب به سوال ها، ولی در این جلسه خیلی زیاد نمیتونم سوال جواب بدم. اوکی، حالا میخوام شما کف پاتون رو زمین باشه، ستون فقرات صاف، حالت ریلکس، نفسهای عمیق، چشماتون هم ببندید و فقط بگید که از تمام رفتگانم که به نور نرفتن درخواست میکنم حضور داشته باشید. اون فرشته ها کمک میکنن که اونهایی که حضور دارن شما رو بشنون و حضور پیدا کنن. یعنی شما لازم نیست کار خاصی انجام بدید، فقط این درخواست رو میدید. میگی از تمام رفتگانم، حالا اگه میشناسی مثلا کدوم از رفتگانت میتونی اسم نام ببرید، ولی گاهی اوقات ممکنه رفتگانی باشن که شما اصلا در این عمرت مثلا بچه بودی یا قبل از که به دنیا بیای حتی فوت کردن، خروج کردن و شما نمیشناسید. سه بار تکرار کنید، بگید از رفتگان من که هنوز به نور نرفتن درخواست میکنم حضور داشته باشید اونطور که به صلاحه برای هدایت به نور. از رفتگان من که هنوز به نور نرفتن و احتیاج به هدایت به نور دارن درخواست میکنم حضور داشته باشید برای هدایت به نور. از رفتگان من که به نور نرفتن و احتیاج و کمک برای هدایت به نور دارن درخواست میکنم حضور داشته باشید برای هدایت به نور. حالا ممکنه ببینید، ممکنه نبینید، فرق نمیکنه. یعنی ممکنه حضورشون رو ببینید یا نبینید، فرق نمیکنه. حالا من درخواست میدم یه درخواستیش رو بلند میگم که شما با من تکرار کنید، یه قسمتیش رو خودم ذهنی میگم. با من تکرار کنید در این قسمت. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام رفتگان من بلسینگ بده برای هدایت به نور آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام رفتگان من بلسینگ بده برای هدایت به نور آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام رفتگان من بلسینگ بده برای هدایت به نور آنطور که به صلاح است. حالا من درخواست بعدی خودم میگم.
خیلی خوبه که اوپس کنسل. خیلی خوبه که آگاه باشیم و به دیگران هم یادآوری کنیم. مثلا اگه عزیزانی دارید که سالمند هستن و فکر میکنید که ممکنه خروج کنند، یا کلن که همه آگاه باشند در مورد به نور رفتن، چون خود این که به فرشتهای نگهبانت آگاه باشی، به نور رفتن آگاه باشی، خود این ذهنیت کمک میکنه که موقعی که خروج میکنی کمک رو دریافت کنی. چون یکی از مسائلی که ایجاد میشه این افرادی که خروج میکنن و به نور نمیرن، یه دلیلش ارتعاش پایینشونه و یه سری باورهای کاذب و اینجور چیزا، و عدم آگاهیشون باعث میشه که معلمای نوریشون نتونن باشون ارتباط برقرار کنن. ولی اگه بهشون آگاهی بدید که فرشته نگهبان داری و بعد به نور بری، خود این آگاهی کمک میکنه که موقعی که میخوان بهشون کمک کنن، اونها اون کمک دریافت بشه. چون کسی رو نمیتونی به زور بفرستی به نور، باید همکاری کنه، خود اون شخص باید همکاری کنه. بعضی اوقات همکاری نمیکنن چون کسی نمیتونه به زور ببری نور. یعنی همیشه فرشته هایی هستن، انرژی هستن که میخوان کمک کنن که این افراد برن به نور، ولی همکاری خودشون لازمه. برای همین وقتی که یه شخص آشنا میخواد این ارتباط رو برقرار کنه، به هدایتشون کنه به نور، اونها یه مقدار بیشتر همکاری میکنن، بیشتر اعتماد میکنن و یک خدمت بسیار خوبی این هدایت به نور. الان تعداد خیلی زیادی به نور هدایت شدن، شاید صدها نفر شدن، بیشتر شاید هزاران نفر، قابل شمارش نبود، به نور هدایت شدن و این خدمت بزرگیه و برای شما ورچو ایجاد میکنه. اوکی، حالا پیام بدید که تجربتون چی بود با این هدایت به نور. من خیلی عشق ریختم. برای ایران بلسینگ بدید. من کلی گریه کردم در هدایت به نور. من شما رو حس می کردم. بسیار خوب. فرنج جون حالم خیلی بد شد. حالت تهوع سرگیجه سنگین شدم. تکونهای خیلی زیاد داشتم. این حالت رو فکر نمی کنم مربوط به هدایت به نور باشه. الان اوکی هستین؟ میتونید بیستی، یه کمی بدنت تکون بده، یه کم بیست راه برید، ولی اینا نباید این حالت ایجاد بشه در مورد هدایت به نور، چون انرژی زیادی در این مسیر داشتن کمک میکردن. حالا اگر هنوز متعال نیستی، یه کمی وایسید، یه کمی راه برید. یادتون باشه که شما فرشتهای نگهبان دارید، محافظ دارید، میتونید ازشون درخواست کمک بکنید. تو هدایت به نور اعدامی دیدم در صورتی که نداشتم. اعدامی؟ خب شاید کسی بوده که نمیشناسید، چون همطور که گفتم بعضی اوقات اجدادی هستن که شما نمیشناسید، چون اونا اصلا زمانو حس نمی کنن. بعضی اوقات ممکنه سالیان سال تو اون فضا بمونن، زمان مثل حالتیه که شما تو خواب هستی، زمانو احساس نمی کنن. همه تو ایران عصبانی و خب بعد ذهن رو هدایت کنیم دیگه. خیلی عالی بود استاد مهربونم، خیلی خوب بود. خب خدا رو شکر. دست چپم داشت کشیده می شد، خیلی حس خوبی بود. درس ما تو مسئله که خواهرم اینا ریشه کارمایی داره، ولی الان من زیاد سوال نمیتونم جواب بدم. سردرد حس کردمشون، پشتم خیلی گرم شد، حس سنگینی. معمولا اگه به نور برن معمولا حس خوب و حس سبک میده. وقتی که به نور میرن خیلی حس خوب ایجاد میکنه. ممکنه فقط اون موقع که درخواست حضورشون دادی ممکنه یه مقدار سنگینی حس کرده باشید، ولی با رفتنشون خیلی حس خوب ایجاد میکنن. شعله‌های آتش آبی و طلایی دیدم تو کهکشان، حس میکردم دست شما رو گرفتم. خب چه خوب. دست راستم درد گرفت و پای چپم. حالا بعد رفت شده باشه بعد از درخواست، نه؟
یعنی الان نباید این حالت رو داشته باشید. من نورهایی مثل ستاره و یکی دوتا سایه می دیدم. من یاد زیر زمین خونه مادر بزرگم افتاده بودم. برای پدر مادر خودم دعا کردم برای رفتن به نور. به شدت گرم شده بودم. گوش و چشم چپم به شدت داغ شد و اعضای بدنم استاد خیلی عالی بود. من به یاد خواهرم که 2 سال فوت کرده خواستم به سمت نور بره. حس سنگینی در کف دستام، زمان درمان حس کردم مثل بخار از من به سمت بالا رفت. احساس گریه. یه حسنه این که وقتی گروهی این کار انجام میدیم اینه که چون گروهی اینا دارن به نور هدایت میشن، فضای ایجاد میکنه که بیشتر همکاری کنن. یعنی کسایی که به نور نرفتن چون میبینن که دیگران دارن میرن به نور، بیشتر تشویق میشن که همکاری کنن که به نور هدایت بشن. خیلی فضای خوبی ایجاد میشه که تعداد زیادی به نور برن. احساس گریه داشتم و بدنم تکان میخورد. افرادی از همسایه های قدیمی اومدن. حس کردم تعداد زیادی از مردگان رقص کنان به نور رفتن. خیلی عالی بود استاد. الان بهتر شدم. خیلی فشار داشتم. من خیلی واضح دیدم حضورشون رو به نور رفتن. بسیار عالی. خیلی وقتی میرن خیلی حس خوبی دارن. و چون اونها خوشحال میشن، چون آزاد میشن از این مابین که گیر کردن، آزاد میشن و همین وقتی میرن شما حس خیلی خوبی پیدا میکنید. حضورشون نه به نفع خودشون نه به نفع تو، رفتنشون به نور به نفع خودشون و به نفع شماست. 10 نفر از رفتگان رو دیدم که به سمت نور رفتن. او بسیار عالی. من 3 نفر رو به یاد آوردم که در خواب قبلا دیده بودم اما نمیشناختم. 2 نفرشون دیدم به سمت بالا رفتن ولی یکی در حال رفتن بود که یه دفعه به طرف من کرد و یه قیافه، اما 2 نفر دیگه منو بوس کردن. خب شما یادتون باشه در محافظ داری، میتونی از محافظات درخواست کنی که اون رو از تو دور کنن، چون اینهایی که مابین هستن ارتعاش بالایی ندارن. یه دلیلش هم که مابین موندن همینه که ارتعاششون پایینه. برای همین گاهی اوقات ظاهراشون ممکنه خیلی آراسته نباشه. ولی موقعی که ما گروهی این گونه درخواست میدیم، فرشته ها کمک میکنن و انرژی هایی که در این کار تخصص دارن کمک میکنن که به اینا یه بوست انرژی داده بشه که یه کمی ارتعاششون بیاد بالا که بتونن برن به نور. چون در حالت عادی اکثرشون ارتعاشاتشون پایینه و معمولا هم ارتعاش که پایین باشه ظاهر قشنگی ندارن، ظاهر زیبایی ندارن. بعضی وقت ممکنه نمود بده که انگار لباسشون کثیفه یا گرسنن یا سردشه یا حالت یا پیره یا حالت اینطوری، که اینا همش علامه که ارتعاششون بالا نیست. وقتی بدین گونه ما درخواست میدیم، فرشته ها و انرژی هایی که در این کار تخصص دارن کمک میکنن که اینا یه کمی بهشون انرژی بدن، ارتعاششون بیاد بالا تا این کمک رو بتونن دریافت کنن و بتونن برن به نور. یعنی خیلی توجه ندیدین که حالا مثلا ظاهرش زیباست یا زیبا نیست، ولی یادت باشه اگه احساس امنیت نداری شما محافظ داری و میتونی از محافظات درخواست کنی که اون شخص از تو دور کنن. خب استاد الان 1 ماه کارماسوزی احساس میکنم. وقت مشاوره بگیرید. بدنم مرمور شد. حال خوبی داشتم، تکان داشتم و تصورها کم کم روشن‌تر شد. گریه کردم، دلم تنگ شد. همیشه پاسخ به سوالات من رو بدون پرسش ازتون جواب میدید. مثل همین بلسینگ برای رفتگان به نور. خب خوبه. حرکت انرژی روی پای راستم، هوای خنکی بود و روی سرم و موهام حرکت ضعف انرژی بود. یه دست آدم طلایی دور گوی طلایی دست راستش رو گویی بود، انگار گروهی بودن. ممکنه افرادی که داشتن کمک میکردن رو دیدید. معمولا اگه نور زیاد دارن یا نورای طلایی دارن، افرادی هستن که در این درخواست داشتن کمک میکردن. عالی بود. خیلی از رفتگان به نظرم اومدن اسمشون تکرار کردم. ممکن است کانالتون برای نور رفتن فوت شده ها استفاده کرد.
این قسمت ها رو یکی از شاگردای من محبت میکنن و این قسمت هایی که ما الان انجام دادیم رو جدا میکنن که کوتاه کوتاه در تلگرام من پست کنم بعدا. از ضبط برنامه هم میتونید اینا رو دریافت کنید. فقط زیاد تکرار نکنید. مثلا درمان ها و بلسینگ هایی که در کانال هست از ضبط کانال دریافت میشه، ولی با فاصله، یعنی هفته یک بار کافیه. زیاد تکرار نکنید، برای حفظ تعادل زیاد تکرار نکنید. درمان ها و بلسینگ هفته یک بار کافیه. در کنارش اگه مثلا مشکل خاص دیگه ای داری، باید در کنارش ریشه یابی کنی، از روح بزرگت کمک بگیری. ولی در دریافت این چیزایی که درمان ها و بلسینگ ها و تمریناتی که ما تو برنامه دوشنبه داریم زیاده روی نکنید، ولی از ضبط برنامه میشه انجام داد. بله، من چجوری باید تو کلاستون شرکت کنم؟ از تلگرام یا واتساپ درخواست بدید، اسم، فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید رو برای من بفرستید و بگید میخوام تو کلاس شرکت کنم، من اطلاعات رو به شما میدم. آیدی تلگرام شخصیم هست فرهناز جی 777، شماره واتساپ هم هست 1 925 478 9470. من هم ادامه دیدم که هنوز چشماش بسته بود، جالبه که لباسش عوض کرد و رفت به نور. خوبه، اون تعویض لباسش تغییر ارتعاششه. مثلا لباسش اگه تمیزتر روشنتر، یعنی ارتعاشش تغییر کرده. من تابلو، پشت تابلو بسیار نورانی. دخترم خواب مادر بزرگ رو که فوت کرده زیاد میبینه، بعد هدایت بشه به نور. من مطلع شدم که یکی از کودکان بیمار آرزویی داشتن عروسک اسب تک شاخدار داره. آیا این نشونه برای من که براش بخرم؟ خب اگه براش بخرید که خوب، کار خوبی کردید. کمکش میکنه که با اسب شاخدار ارتباط برقرار کنه. انتخاب خداش خودتونه، ولی خب کار خوبی اگه این کارو بکنید، کار خوبی کردید. چشمانم خیس شد. یکی دو نفر ناشناس در تاریکی دست بلند کردند واسه خداحافظی و دور شدن. این خدمت برای شما ورچو ایجاد میکنه. ورچو یک بسیار خوبیه، خدمت بسیار خوبیه. و دیگر اینکه وقتی که این افراد به نور هدایت میشن، ارتعاش فضای شما میاد بالا، ارتعاش خودت و فضات میاد بالا، چون اینا معمولا ارتعاششون بالا نیست و حضورشون به نفع نیست. برای همینه که وقتی که میرن به نور حس خوب داره، ارتعاش فضات میاد بالا. چشمانم خیس شد. یکی دو نفر ناشناس. من که الان حس آرامش دارم، بسیار خوب. من احساس گرما کردم تو قلبم و پشتم خارش، سمت چپم سرد شد. بله، اوجش همون موقع که درخواست حضور دادم بود. خانم شادی حالا به خیریه اسب، آه اسب شاخدار براش بخرید. بله، کار خوبیه. روی شکمم درد گرفت، روی چاکرای سومم. باید تا حالا برطرف شده باشه. گاهی اوقات واکنش باید کوتاه مدت باشه، نه دراز مدت. ولی اگه هنوز حس داری، شکمتو بمال، دستتون رو بذارید روی همون قسمت که این حالت رو داره و اونجا رو یکم ماساژ بدید. این کمک میکنه. همون حس ترس اومد. متاسفانه من حضورشون رو حس کردم، ولی فکر نمی کنم به من باور داشته باشن. لازم نیست به تو باور داشته باشن. انرژی های دیگه ای هستن تو این فضا که داشتن کمک میکردن. معمولا اگه آشنا باشه بهتره، ولی اونا بیشتر، مثلا حتی اگه یه سرشون باشن که شما نمیشناسید، اونا احتمال زیاد شما رو میشناسن. لازم نیست به شما باور داشته باشن. این فقط گروهی که انجام میشه، یه فضای خوبی ایجاد میشه که اینا تشویق بشن به نور برن. من این کارو قبلنا یکی از کارهایی که در فضای خواب من انجام میدادم، هدایت رفتگان به نور بود که معمولا جمعیت هم زیاد بود. معمولا با کمک معلمای نوریم و فرشتای نگهبانم، چون من درخواست میدادم که چطور میتونم خدمت کنم به نور،
و یکی از کارهایی که با کمک معلمای نورین و فرشتای نگهبانم انجام میدادم هدایت این افرادی که مابینن به نور بود و معمولا یه فضای ایجاد می شود که تعداد خیلی زیادی افراد قرار می گرفتن. و این ذکر دریافت می کنم عشق خدا یه وسیله بسیار خوبی برای هدایت به نوره. وقتی که ذکر می گید که دریافت می کنم عشق خدا رو، اگر افرادی باشن که مابین گیر کردن و این جمله رو 3 بار تکرار کنن به نور هدایت می شن. به همین راحتی. برای همین ذکر بسیار مفیدیه که اگه موقعی که شما داری ذکر میگی رفتگانتون ذکر شما رو بشنون با شما فقط 3 بار این جمله رو تکرار کنن به نور هدایت میشن. و من یه طریقی که افراد رو به نور هدایت میکردم توسط این ذکر بود. مثلا در اون فضایی که جسمم خوابه با بدن نوری می خدمت رو میکردم. و تشویقشون میکردم با کمک یه عده‌ای، البته کارو من انجام میدادم ولی با حمایت معلمای نوری و فرشته ها و محافظین هم اونجا بودن که کسی مثلا یه وقت مزاحم نباشه و تشویقشون میکردم که با من شیر ویدیو یه چند لحظه پاز کرد و من تشویقشون میکردم که با من شعر بخونن، همین شعر دریافت میکنم عشق خدا رو. اون افرادی که با من این شعر رو میخوندن میدیدم که دارن میرن بالا، دارن هدایت میشن به نور. خیلی جالب، یا میدیدید تعداد زیادی دارن میرن بالا به نور. اونایشون که شعر با من میخوندن به نور هدایت میشدن. بعد یه عدهشون انگار حواسشون نبود که من تشویقشون میکردم، گفتم با من بخون، حواست به من باشه، با من شعر بخون. حالا اونایی که همکاری میکردن شعر میخوندن هدایت میشدن به نور. و تعداد زیادی، گاهی اوقات ممکن بود صدها نفر یا هزاران نفر تو اگه همکاری میکردن هدایت بشن به نور. و این خیلی خدمت خوبیه، حس خوبی داره، ورچو ایجاد میکنه، به نفع همه هست. خب مرسی از حضور همه شما. من باید الان خدافیزی کنم. اوکی، چون یه مسئولیتی هست که باید بهش رسیدگی کنم. امیدوارم همه در عشق و آرامش باشید. تا دوشنبه بعدی، برنامه من هر دوشنبه از اینستاگرام 12 ظهر وقت کالیفرنیا، 11 شب وقت ایران. تا دوشنبه بعد در آغوش پر عشق خالق باشید، آگاه و بیدار باشید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.